بسکریت که جدیدن بایش ترنر تیم افغانستان پیشنهاد شده و خواستیم با اینا قراردادی داشته باشیم و این قراردادشان باید از طریق میدیوهای محترم به اطلاع مردم افغانستان برسه. نظر به مشکلاتی که و نتایج بدی که در تیم ملی افغانستان بود، هیئت رهبری و کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال افغانستان تصمیم گرفتن تا در قسمت تغییر ترنر و آوردن یک ترنر نو در تیم ملی افغانستان تصمیم گرفته شد. به این اساس ما آقای پیتر که اهل اصلا کرواسی هستند و فعلا در آلمان زندگی میکنند و یکی از ترنرهای خوب و مشهور هستند و هم میشناسندشان با همکاری فدراسیون یوفا و بعض دوستای ما در فیفا اینا را تانستیم که بیاریم و بر افغانستان و مدت 5 سال بحیث ترنر تیم ملی افغانستان ایفای وظیفه انجام بتن. امیدوار هستم که امور رقم که مردم افغانستان بر فوتبال افغانستان علاقمند هستند و خود شریک هر لحظه فوتبال میدونند، اینا بتانن همو خواسته ها و همو آنچه که مردم توقع دارد اینا بتانن بر مردم آماده سازند و امیدوار هستم که یک وقت خوشی را و یک فصل خوشی را با توان با پیروزی تیم ملی افغانستان در مسابقات که ما پیش روی داریم، مخصوصا مسابقه که امروز پنجشنبه به حساب زودی است و اینا هم تقریبا در یک حالتی که اصلا با بچه ها بلد نیستند و دیگر امیدوار هستم که دیگر دوستای ما مثل آقای لعلی و کسایی که در تیم اینا هستند بتانند یک بازی خوبی را با کمبودیا در تهران داشته باشند. موضوع اصلی امروز که خدمتتون داشتیم همی بود که معرفی اینا بود باعث ترنر تیم ملی افغانستان. موضوعات دیگه که سوالاتی باشه ما در خدمت می باشیم. من به دلایل زیادی به افغانستان آمدم. یکی از دلایل مربیگری تیم ملی فوتبال افغانستان است که می خواهم فوتبال افغانستان را انکشاف بدهم. موضوع دومی که من بسیار مشتاقش هستم فرهنگ مردم افغانستان است. من میخواهم فرهنگ شما را یاد بگیرم. در سالهای آینده که با هم کار میکنیم میخواهم از فرهنگ شما بیاموزم، زبان شما را یاد بگیرم، چون وقتی خواستم به کشور برگردم از شما چیزی را یاد گرفته باشم و چیزی که خودم از فوتبال دارم را به شما بیاموزم. من دیروز با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان ملاقات داشتم که من بسیار خوشبین هستم نسبت به آینده فوتبال افغانستان که ما در چند سال آینده با هم همکاری خوبی داشته باشیم و نظر به صحبت هایی که با رئیس فدراسیون داشتم آینده فوتبال افغانستان را درخشان میبینم. در مرحله اول از سوی سید علیرضا آقازاده با من ارتباط گرفته شد که من در اروپا بودم و در مورد مربیگری تیم افغانستان با من صحبت و پیشنهاد شد که دو روز به من فرصت داده شد که بالاخره من به همراه علیرضا آقازاده و رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به این نتیجه رسیدیم که این وظیفه را قبول کنم. که جزئیات کم بود، ولی وقتی به افغانستان آمدم بعد از صحبت‌های دیروز به این توافق رسیدیم که با هم کار کنیم. میخواهم که چوکی خودم را به رئیس نزدیکتر کنم، چون که ما باید با همدیگر احساس نزدیکی داشته باشیم و همین که ما همدیگر را در کنار خود احساس کنیم موفقیت را برای افغانستان میتوانیم بیاریم. پس از صحبتهایی که دیروز داشتیم همه به این نتیجه رسیدیم که یک همکاری موفقیت آمیز در چند سال آینده خواهیم داشت و مشخص نیست که یک سال یا چند سال یا 10 سال با هم همکار باشیم. با توجه به صحبتهای من همدیگر را نزدیک احساس کردیم و موفقیت آمیز میبینم همکاری دو جانبه خود را با فدراسیون فوتبال افغانستان و من روزی را میبینم که فوتبالیستان افغانستان همگی از کارهای من خوشحالند.
یک چیز دیگر را هم در مورد دیروز اضافه می کنم که از همان روزی که توافق صورت گرفت، از همان روز پیام‌هایی از افغان‌ها برایم در فیسبوک آمد که پیام‌های بسیار خوبی بود. و دیروز وقتی وارد افغانستان شدم، بسیار مردم را دوستدار خود دیدم و احترامی که برای من قائل شدند را امیدوارم در سال‌های آینده بتوانم جواب بدهم. همانطور که لحظات پیش هم شاهد بودید، احترام به همه شما دارم، چه رسانه‌ها، چه مردم، چه بازیکنان، چه اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان. برای من همه قابل احترامند و امیدوارم مثل من هم احترام را انجام بدهند. وضعیت فعلی فوتبال افغانستان را من کاملا درک می کنم و جزئیات کامل در موردش دارم که در چه وضعیت قرار دارد، که بسیار مشکل با توجه به این که چند روز آینده ما در مقابل کامبودیا بازی می کنیم و بسیار وقت کم است. من به همکاری تمام شما نیاز دارم، چون که در این بازی پیشروی و وقت کم بتوانیم نتیجه بگیریم. اما در فوتبال هیچ وقت موفقیت را تضمین نمی توان کرد. کارهایی که صورت میگیره بتانیم آنچه داره که ضرورت است برای تیم ملی افغانستان، هم در دفاع تیم، هم در مهاجم تیم، هم در سنترافا و کادر رهبری و ترینر و امرقم تا ردای فدراسیون، هر جا باید اصلاحات چیزای نو به وجود بیاید. بالاخره ما نیاز داریم برای هی رقم، امیدوار هستیم که بتانیم این نیازهای تیم ملی افغانستان های کمبوتات رفع بسازیم و مدت قراردادی که با آقای سیکرت کردیم مدت 5 سال است و امیدوار هستیم که بتانند اینا هم رقمی که ما قرارداد با آقای اسکلویج داشتیم، ما امیدوار بودیم که با اونا به شکل دراز مدت هم تا آخر قرارداد هم روی اونا باشیم. متاسفانه نتایج بدی که تیم ملی افغانستان در مسابقات داشت و همچنان مشکلات در داخل تیم ملی افغانستان، کادر رهبری و هیئت رهبری فدراسیون فوتبال هوا داشت که تا در مورد قرارداد با آقای اسکلویچ تجدید نظر بکنه و امیدوار هستم که ما بتانیم با ترنر جدید که یک از ترنرهای واقعا آدم با شخصیت و آدم خیلی هوشیار و خیلی آدم با درایت با درک هستن، سو زود میتونن موضوعات بگیرند و به اصطلاح دیروز در جلسه که با اینا داشتیم، اینا تقریبا گپایی که ما بین خود صحبت میکنیم امروی آقای کارگر یا لالیسم میفهمید که ما چی میگیم. یعنی معلوم میشه که یک آدمی تیزهوش یا آدمی هست که میتونه سر تیم کارهای خوبی را انجام بده، امیدوار هستم که اینا کارهای خوبی بکنن. اونایی که اعتراض کردن برآمدن، شاید از نظر خودشان اعتراضشان به اصطلاح یک اعتراض درست بوده باشه، منتها بر شما بهتر معلوم است که در دنیای فوتبال، دنیای اعتراض گروهی و پارتی و این رقم نیست. این اجازه برای بازیکنان نیست که گروپ گروپ به خاطر یک موضوعی که هنوز با فدراسیون مطرح نکردین، هنوز همراه ما صحبت نکردین و به شکل گروهی و گروپی از داخل تیم خارج شوند. به خاطر نداشتن بعض قوانین در بخش ورزش و مخصوصا فوتبال افغانستان، ما نتونستیم اینا را مطابق به قوانین افغانستان یا را مجازات بکنیم. در غیر صورت شما میفهمین که تیم ملی افغانستان است. یک بحث خرد و کوچک نیست. این مربوط به مردم افغانستان است. این مربوط به تمامیت گمیارزی کشور ما میشه. و چند تا بچه میرن یک دفعه بدون از اینکه کدام بحثی با ما داشته باشند در فدراسیون، ما به گپای گوش نکرده باشیم، از فیسبوک و خبرها میشنویم که اینا استعفا کردن. ما یکی از وظایف ما ایست که ما بازیکنها را برشان راه بتیم بر تیم ملی افغانستان. ما قطعی یک بازیکن هیچ وقت کدام کش و کینه نداریم. ما میخواییم که اینم اینا را رشد بتیم، اینم بیایند در تیم ملی افغانستان، باز بیایند، صد بار بیایند، مگر به هیچ عنوانی به شکل گروهی و گروپی در داخل فوتبال افغانستان، یا سیاست آوردن در داخل فوتبال، یا مذهب آوردن در داخل فوتبال، یا قوم آوردن در داخل فوتبال، ایران ما نه اساس نمیم، ما اجازه میتن.
نه ما اجازه میتیم، نه پالیسی افغانستان اجازه میده، نه هدید کسی، و ما جدا با این رقم اشخاص افراد برخورد خود کردیم و نمیخوایم که فوتبال افغانستان رو به راه ببرند. ما چند نفر دوستای ما که از تیم اخراج شدن بدون از اینکه با ما تماس گرفتن که چه مشکلات هست، ما برشان گفتم که شما حوصله بکنین بیاین کابل مل میکنم. فقط بعد از نیم ساعت خبر شدیم که اینا استعفا کردن. در ابتدای این روز اول من است که برایم خوش آمدید گفتید. من باید اول از مردم افغانستان در مورد فرهنگشان بیاموزم و چیزهایی که در آینده باید یاد بگیرم و فکر کنم درباره‌شان. در آغاز من نمیتوانم در مورد مربیانی که پیش و بعد از من آمدند صحبت کنم. چیزی که میتوان در مورد آن سخن بگویم خودم هستم. من اینجا آمدم که به فوتبال افغانستان کمک کنم و از هر گونه تلاشی دریغ نخواهم کرد و در قسمت پیشرفت فوتبال افغانستان و وظیفه ای که به دوش من مانده شده است، در صورتی که مشکلی برای من به وجود آید، در ابتدا خودم تصویر را در ذهنم می سازم و با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان صحبت می کنم و بعداً با رسانه ها موضوع را شریک خواهیم ساخت. من در شرایطی به عنوان مربی افغانستان آمدم که تیم ملی نتایج ضعیفی گرفته، بازیایی را باخته، تعدادی از بازیکنان گروپ ساختند، تیم متحد نیست، بازیکنان با هم بازی نمی کنند. ماموریت اولم این است که بازیکنان را یک جا بسازم، یک تیم متحد بسازم، یک تیم ملی افغانستان را درست کنم که نمایندگی از مردم افغانستان کند و دیگر این صحبت نباشد که بگویند این بازیکن از خارج آمده و یا این بازیکن از داخل. وقتی گفتیم افغانستان یعنی از یک تیم صحبت میکنیم و در ابتدا این موضوع را حل خواهم ساخت. در ابتدا من یک مربی هستم که حدود 20 سال تجربه کاری دارم در بوندسلیگا، در گرجستان و در کشورهای مختلف آسیایی، که این تجربه کافی است که من تنها به فوتبال افغانستان نیامدم، بلکه فلسفه جدید را برای فوتبال افغانستان می آورم که برای این کار نیاز دارم فرهنگ مردم را بفهمم، نوعیت بازی بازیکنان افغانستان را بفهمم و وقتی این موضوعات را فهمیدم، پلانهایی که در ذهنم دارم را پیاده کنم، مشکلاتی که ذکر شد را باید در تیم حل کرد و بعد از آن می توان امید را در تیم ملی به وجود آورد. امروز دو تصمیم ساده را با رئیس گرفتیم. یکی از تصامیم این بود که بازیکنانی که برای تیم ملی انتخاب می شوند، چه در داخل و خارج از افغانستان که در اروپا باشند، باید در افغانستان جمع شوند. چون کابل خانه فوتبال افغانستان است، فدراسیون فوتبال اینجا موقعیت دارد، برای همین هر بازیکنی که از هر نقطه دعوت می شود در کابل جمع شده و سپس از کابل به شهری که مسابقه است پرواز می کنند. و این را هم نباید فراموش کرد که نه تنها فلسفه‌ای خواهم آورد، بلکه یک فلسفه جدیدی به فوتبال افغانستان می آورم، بلکه یک قانون همگانی را به فوتبال افغانستان خواهم آورد. یکی از آن قوانین این است که به یکدیگر احترام بگذارند. همانطور که من احترام شما را دارم، باید همدیگر پذیری باشد. وقتی کسی با یکی مشکل داره، باید رو در رو صحبت کنه و مشکل خود را حل کنه، نه اینکه مشکل خود را در عدم موجودیتش بگه. من دیگر تلاش نخواهم کرد که دیگر بازیکنان را از خارج از افغانستان بیارم، بلکه اطفال را رشد میدم تا اینکه زمانی به تیم ملی افغانستان راه پیدا کرده و از خاک افغانستان باشند. برای عملی ساختن این موضوع از هفته های آینده این کار را شروع می کنم و من اوقات زیادی را در افغانستان سپری خواهم کرد و در کنار فدراسیون فوتبال افغانستان این پروژه ها را پیاده خواهیم کرد. موضوعی که ذکر کردم دو سال بعد در مورد رشد اطفال افغانستان نتیجهش مشخص خواهد شد که می توانید آن را ببینید و من برای امید بخشیدن به مردم افغانستان و فوتبال این کشور آمدم و افراد خوبی را در فدراسیون فوتبال کار داریم و خواهیم آورد. موفقیت یک چیز دیگر است و امید یک چیز دیگر که ما به امید نیاز داریم. برای یک آینده بهتر برای فوتبال افغانستان ما به امید نیاز داریم.